بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند دوست که هرچه داریم هم از لطف بی انتهای اوست. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز، فهیم دوست داشتنی ارجمند شبکه جهانی قرآن و معارف سیما. امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه، هر جایی از این میهن پهناور اسلامی که هستید شاد باشید و سرفراز باشید و ایام هم به کامتون باشه. از این لحظه با افتخار اسراء رو به شما دوستان عزیز تقدیم میکنیم و در دهه با سعادت کرامت هم هستیم که این روزهای خجسته و فرخنده رو خدمت همه شما دوستان عزیز تبریک و شاد باش عرض میکنم. ابتدای برنامه دهان خودمون رو خوشبو میکنیم به گل صلوات بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل 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 محمد. خیلی خوش آمدید به اسراء یک شنبه شب‌ها. مثل هفته های گذشته در خدمت کارشناس حقوق برنامه هستیم و خدمت حاج محسن آقای طاهری پیش روی شما دوستان عزیز به رسم ادب و احترام سلام مجدد عرض میکنم و خدمتشون خیلی مقدم عرض میکنم و این ایام رو هم تبریک عرض میکنم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت عزیز طاهری جناب سفری. خوشحالیم باز شما رو زیارت میکنیم و در دهه کرامت به همه کریمان، به همه ولایتمداران، به همه دوستداران اهل بیت، به همه عزیزان گرام که با دعا و مدیحه سرای اهل بیت آشنا هستند و در این برنامه شرکت میکنند من هم تبریک عرض میکنم. به قول شاعر گفت میان خنده میگریم، میان گریه میخندم، خدا را با خیال خیش انسان گفتگو دارم. امروز از طرفی هم هفدهم شهریور هست که باید یاد کنیم از اون عزیزانی که میدان شهدا رو با خون مبارکشون در واقع به این نام تغییر دادم. درود خدا به ارواح تابناک همشون. اگه اجازه بدید دو سه بیتم به یاد اونها اول کار تقدیم کنم که بله در خدمت ماجی مصطفی. قطره قطره خون سرخ هر شهید، ژاله‌سان بر ژاله تهران چکید. بس قد سرو جوانان وطن در ره آزادگی در خون تپید. تیر رگبار مسلسل در پگاه سینه آزادگان از هم درید. جمعه شهریور شوم سیاه، جمعه شهریور شوم سیاه، انقلاب سرخ ملت شد پدید. صد هزاران کشته شد از مرد و زن، وحچه افرادی غیور و بس رشید. عاقبت رزمند خلق رزمجو با نثار خون به پیروزی رسید. درود خدا به شرفشون که امروز این آزادی رو مرهون و مدیون اون عزیزان هست. بسیار خوب. خیلی ممنونم، گرامی می‌داریم یاد و خاطری همه شهدایی که رفتند و خالصانه جان خودشون رو اهدا کردند تا ما امروز به راحتی طعم خوش استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی رو بچشیم. گرامی می‌داریم یاد و خاطری همه‌شون رو و حظ و بهره و ثوابی که از جلسه در واقع دعاخوانی و مدحی امشب اسراء به دست خواهد آمد هدیه می‌کنیم به ارواح طیبه شهدا و امام شهدا، بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی و همین اونهایی که به گردن محقی دارند. در خدمت شما هستیم و انشاءالله تا لحظات دیگر اولین شرکت کننده رو صداشون خواهیم شنید و خدمتشون از ادب خواهیم کرد.
البته اگر حاج محسن آقای طاهری توضیح و نکته خاصی نداشته باشند. حاج محسن آقا در خدمت شما و عزیزان شرکت کننده هستیم و ما اول میشنویم حفاظاتشون رو، بعد اگر مطلبی بود در خدمت شما. سلامت باشید. دوستانی که میخوان با ما همراه باشند در روزهای یکشنبه خصوصا، در واقع شاخه مداحی و دعاخوانی از همدیگه جداست و لطف میکنید مشخصات خودتون رو حتما با ذکر عنوان، عنوان رشته‌ای که میخواد شرکت بکنید در اسراء برای ما ارسال میکنید. 1401 هم که سامانه پیام کوتاه آشنایی برنامه اسراء هست و افتخار میکنیم که پیامک های شما پیش روی ما باز میشه و به تک تک اونها انشاءالله توجه خواهد شد. بریم به سراغ اولین شرکت کننده امشب. خدمتشون سلام عرض میکنم. ارتباط نداریم هنوز. بسیار خوب، عرض کنم خدمت شما که همین ابتدای برنامه دوستان تبریک گفتند این ایام رو، دهه کرامت رو، و البته ابیات قشنگی هم فرستادن. بعضن ضمناً درباره ابیاتی هم که دوستان انتخاب میکنن، چون هفته های گذشته به صورت مبسوط درباره اش صحبت کردیم، حاج محسن آقا فرمودن این ابیاتی هم که انتخاب میکنید امتیاز داره برای خودش، یعنی علاوه بر اینکه نحوه اجرای شما، نحوه خواندن شما، نحوه مجلسداری شما مورد ارزیابی قرار میگیره، حتما اون اشعاری هم که انتخاب میکنید نمره جداگانه‌ای خواهد داشت که از لسان حاج محسن آقای طاهری توضیحاتش رو خواهیم شنید. بله، همچنان که از سلی اشاره فرمودید، قدر مسلم انتخاب شعر یکی از هنرهای عزیزانی است که در این عرصه شرکت میکنند، حالا یا عرض میشود به صورت آماتور و در واقع شروع کننده برنامه مدعی هستند، در آغاز راه هستند، یا به صورت حرفه‌ای عزیزان اساتید خود ما که پیشاپیش خدمتشون عرض ادب و ارادت داریم، دستشون رو میبوسیم. به هر جهت اون عزیزان هم خودشون حالا پای گیرنده هاشون که هستن، خودشون به قول معروف کارشناس هستن، خودشون نظر میدن، گاهی نظرهاشون رو منتقل میکنن به حقیر و باعث افتخاره که هم انتقاداتی اگر دارن به ما بگن برسونن از طریق پیامک، از طریق تلفن، خوشحال میشیم از نقطه نظرشون استفاده کنیم و نهایتا اونچه که عرض میشود که لازم باشه به عرض بینندگان عزیز این برنامه هم خواهیم رسوند. بسیار خوب، خیلی ازتون ممنونم. بریم سراغ اولین شرکت کننده. اجازه میفرمایید سلام عرض میکنم خدمت اولین شرکت کننده امشب اسراء. سلام علیکم. عرض سلام دارم، حال شما خوبه؟ ایشالله. ممنونم، سلامت باشید. حال شما چطوره؟ بزرگوارید آقا، در خدمتتونم. خوبید الحمدلله. خدا رو شکر. زنده و پاینده باشید. از کجا تماس میگیرید؟ من از تهران مزاحمتون میشم. بله، از کجای تهران؟ از منطقه نارمک. از منطقه نارمک، بله. شرق تهران. بله بله. بسیار خوب. برای ما مدعی میکنی شما یا دعا میکنی؟ من مدعی اگر اجازه بدید. خیلی عالیه. اصلا کلا سلام دارم خدمت حاج آقای طاهری. سلامت باشید. سلام بر رحمت الله، ما هم خدمتتون هستیم. مبارک باشی ان شاء الله. اینه الهی زنده باشید. خدا حفظت. اجازه میدید آقا؟ در خدمتتون هستیم. معرفی نکردی؟ من عباس رنجبر هستم. عباس آقای رنجبر. چند سالته عباس آقا؟ 33 سال. 33 سال. متولد 60 درسته؟ نه 58. 58 دی؟ خواهش کردم که موفق باشید. دو سال خلاصه اشتباه کردم من. خب عباس آقا، شما مدعی میکنی کلن یا اینکه امشب تو اسراء حواس کردی مدعی کنی؟ نه من مدعی میکنم. باریکالله. کجا هیئت میرید؟ مسجد؟ بله، جای مختلف گفتید بشوشید. خیلی عالی، انشالله که موفق باشید. حاج محسن آقا، از قبل این برنامه روزای یک شنبهمون اتفاقات خیلی خوبی داره میفته. دوستان بعضن حالا بنده میبینن یا خلاص عوامل برنامه رو اظهار لطف میکنن و خیلی ابراز تمایل میکنن که در برنامه شرکت بکنن و این که یک اتفاق خوبی که افتاده، ما یه توجه ویژه کردیم به مقوله مدحی و مت اهل بیت اسمت و طهارت علیهم صلوات الله. به نظر میاد که یه استعدادهای جدیدی داره کشف میشه، مخصوصا نوجوانهای خوبمون که حالا فکر میکنم امشب یکی دو نفر داشته باشیم که خیلی خوب میخونن و حتما صداشون رو خواهیم شنید و بهره مند خواهیم شد. خب عباس آقا، ما در خدمت شما هستیم. با اجازتون. بسم الله الرحمن الرحیم. تو مسیح آزاد اما دختر موسی شدی، مریم قدیسه ذریه تو شدی، بوسه بر دست تو بر سادات واجب می شود،
چون ستون اسمت الله بن زهرا شدی، خانوم در میان شور زار قم بشتی ساختی، مثل کوثر آمدی جوشیدی و دریا شدی، جا نماز غرق نورت گوشه عرش خدا، در تقرب بر خدا بالاتر از بالا شدیم، و این نازل بر لبانت استناد هر حدیث، مثل بنت المصطفی صدیقه کبرا شدیم، پیش پایت دیدنی باشد قیام موسوی، با جلال فاطمی خاتون بی همتا شدی، جان عالمی فدای تو خان، ناز چشمان تو و ذکر خداهای پدر، کو رسول الله بینت ثانی زهرا شدیم، خواهر سلطان عالم کار سلطان می کند، بر حسین خانواده زینب کبرا شدیم، ای کریم چاره ای کن لحظه جان دادم، دیدم روشن شود هنگام دیدار رضا، روز محشر چون گنه گردد گریبان گیر من، آب روداری بود کار تو کار رضا. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. به به ممنونم باسا، خیلی ممنون، زنده باشید و پاینده. توضیحات حاج محسن های طاهری رو با هم گوش میدیم. فقط آقای سفری یل نمیتونه میتونم عرض کنم، تمنون کنم، من میخواستم که یاد کنم از استاد بزرگوار آقای کربلایی و تشکر و تقدیرم کنم از استاد بزرگوارم حضرت آقای خورسندی. بسیار خوب، خیلی ممنون، خیلی کار خوبی میکنین، این قدرشناسی هایی که تو اسراب باب شده خیلی ارزشمنده. ممنونم از شما. توضیحات حاج محسن آقا رو گوش بدیم با هم. آقا طیب الله انفاسه من جنبای منجبن استفاده کردیم شما همون اولی که سلام علیک فرمودید، ما عرض میشود از صدای شما متوجه شدیم که اهل فن هستید، الحمدلله زیبا خوندید شعرم، انتخاب شعرتونم شعر از کی بود جناب رنجبان؟ من حاج آقا دقیقا نمیدونم، فکر کنم یا آقای قاسم صرافان باشه یا آقای نعمتی. اگر بله بله، هر دوشون از شعرهای خوب و عرض میشود که زبده ما هستن. شعر خوبی بود، شما هم بسیار خوب خوندید، تقبل الله انشالله، دعا بفرمید. عرض میشود خدمت، یه مقداری فقط سبک در ایام ولادت ها تغییر کنه بد نیست. بله. سبک شما محزونه و خب واقعا اگر شب ایام درجت آستانه در ایام خاص عرض می‌شود که دهه کرامت هستیم و هم ولادت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه، هم در آستانه ولادت مولانا ابوالحسن رضا علیه آلاف و تحیت و حسن، خود من در حالی داشت بهم دست میداد، فقط این جلو خودم رو گرفتم که در واقع تأثیر خاطر من دیگران رو متأثر نکنه. علا کل حال زیبا اجرا فرمودی، طیب الله انفاسکم، از اینکه از ابو شهیدین مرحوم آجای کربلایی آجا نادری شما یاد کردید، بسیار کار خوبی کردید، درود خدا به روان ایشون و دو شهید عزیزشون. اصلا اتفاقا در خدمت آجای خورسندی عزیزمون بودیم همواره، انشالله
زیر سایه اهل بیت باشید و از اساتید بازم بهره مند بشید و خودتون هم در کرسی استادی این کار ان شاء الله به زودی بنشینید. نوکر شما. خدا حفظتون. طیب الله حفظتون. ببخشید خدا حفظتون. عباس آقا ازت ممنونم. ببخشید آقا التماس دعا داریم. محتاجیم به دعا. سلامت باشید. شب شما بخیر. خدا حافظ شما باشه. زنده باشید. آقای هاشمی پیری مهمان دوست گفتن 28 سالشون میخوان در مدحی شرکت بکنند. محمد حسن زاده به ما پیامک داده. عرض کنم خدمت شما که علی آقای رضایی گفتن من از مازندران هستن، شهرستان گلوگاه، روستای مهدی رج اگه درست خونده باشم، که میخوان تو مدحی شرکت بکنن. آقای وحید ترابی از شهریار به ما پیامک دادن، گفتند که من ناامید شدم، میخواستم توی برنامه شما شرکت بکنم اما این اتفاق نیفتاده. سید رسول حسینی از نطنز اصفهان برای مدحی میخواستی شرکت بکنی. ناامید نشو، با تماس میگیریم انشاءالله. خدمت شما. کاشانیان الان اعتراض میکنن نطنز از کاشانه. درست همه زیر مجموعه استان اصفهان هم، خود کاشان هم زیر مجموعه هست، اما نطنز رو کاشونی از خودشون میدونن. بله خب دیگه هیچی، نطنزه کاشان اصفهان دیگه جا دیگه. خب گفتن که با منم تماس بگیرید، من میخوام بخونم. 0913-193-50 پیامک دادن درباره این روزهای بسیار ارزشمند و چقدر اشعار قشنگی هم برای ما ارسال کردن، ازشون ممنونم. محمود بیات گفتن که از استاد محمود بیات دعوت بکنید یا صداشون رو پخش بکنید. دو هفته پیش خدمتشون بله استفاده کردیم ازش. دو هفته پیش بله بله بله. بله دو هفته گذشته بیات. خدمتشون هم مجدد اگه بیننده برنامه ما هستن سلام میگیم. 0917-932-16 گفتن روز دختر رو به تمامی دختران برنامه اسرا تبریک میگم، حتما بخونید، احتمالا خانم عبداللهی از فارس دیگه. بعد ما هم تبریک میگیم. یه پیامک دیگه هم داشتیم، گفتن که آقای سفری چرا دیروز و امروز رو به دختران تبریک نگفتی؟ چرا؟ من دیروز که مشخصا اول برنامه، همون ابتدای برنامه، خدمت همه دختر خانم های بیننده شبکه قرآن و معارف سیما تبریک گفتم. این روز بسیار فرخنده و خجسته رو الان هم یک بار دیگه، روز میلاد مسعود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو که دیروز پشت سر گذاشتیم، رو خدمت همه مردم خوب و همه بینندگان شبکه قرآن و معارف سیما، علل خصوص خانم ها و یه قدری ویژه تر خدمت دختر خانم ها تبریک و تهنیت میگم. ان شاء الله که همتون و هممون توفیق داشته باشیم که راهرو خوبی برای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله باشیم. بازم پیامک داریم که انشاءالله بعد از تماس بعدی براتون خواهم خوند. بریم به سراغ ارتباط بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ حال شما خوب هستید؟ سلامتید؟ ممنونم. سلامت باشید. شما خوبی؟ سلامت باشید. خیلی ممنون. اسم شریف شما چیه؟ بنده محمد رحیمی هستم. آفرین محمد آقا. از کجا تماس میگیری؟ از شهرستان قدس. از شهر قدس تهران؟ بله بله. بسیار خوب. و چند سالته؟ 13 سال دارم. 13 سال. باری کلا محمد، به نظرم میاد که پر انرژی هستی، میخوای یه پلیست کار بله. خوب برامون بخونی انشاءالله. بله. باری کلا. مدحی میکنی همیشه یا نه؟ مدحی میکنم بله همیشه مدحی. باری کلا. کجا مدرسه؟ من هیئت در مسجد؟ مدرسه در هیئت ها. خیلی عالیه. باری کلا. چی برامون میخوای بخونی امشب؟ من یه شعری دارم درباره امام رضا مولودیه که آقای کریم خانی سرودن. آقای کریم خانی سرودن یا خوندن؟ بله خوندن. خوندن. ببینیم که چیکار میکنی دیگه، ما سرپا گوشیم. بسم الله. نگاهم به درزا جا. باریکلا باریکلا باریکلا. احسنت. خیلی ممنون.
دیگه من نکته نمیتونم بگم به جز داج محسن های طاهری نکته بگم. بازم میدونم که میخوای بخونی ولی استاد بخونن بعدن شما نکته بگید. بله اگر ادامه میخوام بدن که ما گوش میکنیم دو سه تا بیت دیگه از ایشون بشنویم. بسیار خوب. محمد جان در خدمت. یه نوحه آذری دارم، میلاد حضرت امام رضا است که اگه میشه به زبان آذری میخوای بخونی؟ بله بله. باریک الله. خیلی عالی. بسم الله. ای درد من درمان رضا، ای معدن احسان رضا، فاطمه گزل اغلی دانم سنه قربان رضا، جانم رضا، جانم رضا، من سنه قربانم رضا، عاشقم گزل آدم آ قربان احسنت احسنت باریکالله محمد. همین الان پیامک دادن احتمالا از شهر قدس هم دیگه، گفتم باریکالله به محمد بگید بچه های شهر قدس رو سرفراز کردی. آفرین. بشنویم توضیحات حاج محسن آقای طاهری رو. من یه نکته این خودت بگم محمد جان. ماشاءالله آقا محمد رحیمی عزیز استفاده کردیم، خیلی زیبا خوندید. واقعا باید تبریک رو به شما به خانواده محترمتون و واقعا به همه عزیزانی که در این زمینه ذوق دارن، استعداد دارن، شوق مدحی اهل بیت دارن میگم که به امثال حضرت علی نگاه کنن، فرزندان و نوجوانانی که هم سن و سال شما هستن. شما در واقع با اقتباس از یکی دو تا از عزیزان، یکی که اول استاد کریم خانی رو خودتون اسم بردید، یا این عرض میشود خدمتتون که ذکر بعدی که خوندید امکان داره از آهنگ‌های استاد بزرگوار حاج سلیم مؤذن زاده بود. بله بله. علی کل حال این اقتباس از دیگران یا گوش دادن نوارهای دیگران هیچ مانعی نداره، حتی برای بزرگسالانی که تازه شروع کردن. بله. عزیزان میتونن با گوش دادن نواهای دیگران خودشون رو نزدیک کنن به عرض میشد این فضا و کار رو شروع کنن تا رفته رفته صدای خودشون رو پیدا کنن. طیب الله انفاسکم. قشنگ خوندید، انشاءالله موفق و معید باشید، براتون آرزوی موفقیت بیشتر دارید. خیلی ممنون محمد جان، دست درد نکنه، انشاءالله که موفق باشید. نفست همیشه گرم. خیلی ممنون، تشکر میکنم از برنامه خوبتون، انشاءالله همیشه سالم و سلامت باشید. سلامت باشید، دست شما درد نکنه. فقط یک نکته رو اگر اجازه بفرمایید، من سفری به آقای رحیمی تا هنوز پشت خط هستم عرض کنم که مولودی رو محمد جان معمولا به اشعاری که در ولادت ساخته میشه و با اون مضمون با در واقع هماهنگ با مولودی هست میگن مولودی. این شعرهای معمولی که حالا دوستان شاعرمون دارن و شما هم بهش اشاره کردید، مثل آمدم ای شاه پناهم بده، از زبان حالی است که برای حضرت رضا علیه السلام سروده شده، عرض می‌شود استاد حسان گفتن و نهایتاً عرض می‌شود اینها رو مدیحه میشه گفت، چون نه مرثیه است نه مولودی است، مدیحه علی ابن موسی رضا. طیب الله انفاسکم.
بسیار خب محمد جون، گفتن که نه تنها بچه های شهر و قدس رو سرحال کردی بلکه همه ایران رو سرحال کردی. به به به، خب انشاءالله که موفق باشی. من از زبان آذری فقط اینو بلدم بگم که اللره ناغره ماسیم. سلامت الله. بله یاشاسین هم بگیم آقا اب نداره. آقا یاشاسین آذربایجان هم باره. زنده باد انشاءالله. سلامت الله. زنده باد. محمد جان خداحافظ شما. خدا نگهدار. خب الحمدلله این بچه‌های نوجوان خیلی انرژی میدن، خیلی هم خوب میخونن. حاج محسن آقا به نظر میاد که انشاءالله در سری جدید استرا و مخصوصا روزای یک شنبه ما یه سری استعدادهای جدید و خیلی ارزشمندی رو داریم پیدا میکنیم. همینطوره. گفتن که من میخوام درشی از آن شرکت بکنم. درباره نیمه نهایی پرسیدن. نیمه نهایی رو خدمتتون اطلاع میدیم. حالا عجله نکنید، فعلا اجازه بدید مرحله مقدماتی به پایان برسه و ما انشاءالله درباره نیمه نهایی و مرحله پایانی و نهایی هم خدمتشون اطلاع رسانی خواهیم کرد به امید خدا. آقا محمد حسابی اشکمون رو در آورد، دلمون رو هوایی حرم امام رضا کرد. انشالله که قبول باشه ازتون. و آقای رضا جهاندار هم گفتن که میخوام در مسابقه اذان شما شرکت بکنم. بازم درباره مرحله نیمه نهایی سوال پرسیدن. باز به محمد رحیمی گفتن طیب الله ماشاءالله نفست گرم، روحمون رو پر دادی تو صحن و سرای با صفای حضرت رضا علیه السلام. و خلاصه کلی از شهر قدسی ها پیامک دادن، محمد تشویق کردن و گفتن که اگه اشتباه نکنم مهران مرنگی هم از شهر قدس بود. بله مهران مرنگی هم از شهر قدس بود. آره اتفاقا مهران مرنگی هم جالب، شهر قدس معلومه که خلاصه از مدده اون هفته خدمتشون بودیم و مدده های خوبی داره شهر قدس، تشویق برده بودن. بله باریکلا، زنده باشید همه خلاصه اهالی ایران و اونهایی که دلشون پر میکشه برای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. و به هر حال اسراء یک شنبه شب‌ها یه حال هوای دیگه‌ای داره. دست توسلمون رو دراز می‌کنیم به ذیل عنایت حضرات معصومین علیهم السلام و در خدمت یکی دیگر از شرکت کنندگان امشبمون هستیم. خدمتشون سلام میگم. سلام علیکم و رحمت الله. حالتون چطوره؟ حال شما خوبه؟ سلام. الحمدلله. خدمت حضرت طاهری هم عرض ادب می‌کنم. سلامت باشین. سلام عرض می‌کنم خدمتتون. خدا حفظتون باشه. خب در خدمت شما هستیم. نام شریفتون؟ من امین غریب هستم، 40 ساله از تهران. جناب آقای غریب شما هم از تهران؟ بسیار خوب. از کدام منطقه تهران؟ منطقه تهران سر. منطقه تهران سر، غرب تهران. بله غرب تهران. دقیقاً خلاصه مخالف جهت نفر اولی که شرکت کرده بودن. نفر اول کی بود آجا؟ آقای رنجبر. بله آقای رنجبر که شرق تهران بودن، شما از غرب تهران بودن. بسیار خوب. آقا ما در خدمت شما هستیم. آقای غریب شما مداح هستید اصالتاً؟ مداحی میکنید؟ من بحث دعا و تلاوت قرآن رو دارم بیشتر. خیلی عالی. الان میخواد برای ما مداحی بکنید، دعا بخونید. الان دعای کمل ان شاء الله قسمت اون. خیلی عالیه. خیلی عالی ان شاء الله موفق باشید. خب در خدمت شما هستیم، پس برای ما دعای کمل رو خواهید خوند. یک قسمتی از دعای کمل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی و مولای اجریت علی حکمن اتبعت و فیه هوا نفسی ولم احترس فیه من تزین عدوی فغرنی به ما اهوا و اسعده على ذلك القبا فتجاوزت به ما جرا علی من ذلك بابا حدوده و خالفت لك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك رحمتك يا ارحم الراحمين. ممنون جناب آقای غریب، انشاءالله که نفس شما هم همیشه گرم باشه. با
گوش بدیم توضیحات حاج محسن های طاهری رو. رحمت آقا هستیم. طیب الله انفاسکم جناب آقای غریب. خوب خوندید دار و ما هم استفاده کردیم. فراز و فرودتون خوب بود. البته یه مقداری اگر از شرایط استودیویی می اومدید بیرون و خودتون رو بیشتر در جلسه ای که حالا دارید افاضه می فرمید می دیدید، شاید احساسمون به این هستش که بیشتر از شما استفاده می کردیم، چه ما چه بینندگان عزیز این برنامه. علی کل حال ما دوست داریم که حالا حضرت علی که افاضه فرمودید و استفاده کردیم، دوستانی که حالا در مخصوصا خصوص دعاخانی شروع می کنند در این چند دقیقه یک به اوج احیانا برسونن خودشون، که ما در واقع حجم صدای اونها رو هم بسنجیم ببینیم در چه شرایطی هستن. علی کل حال طیب الله انفاسکم. انشاءالله که هممون با این دعایی که تأکید آقا امیرالمومنین هست که هفته یک بار، نه ماهی یک بار، نه سالی یک بار، نه همه عمر ولو یک بار خونده بشه، انشاءالله انس بگیریم و از برکاتش بهره مند بشیم. طیب الله انفاسکم. جناب آقای غریب ممنونم از شما. خواهش می‌کنم سلامت باشید. خواهش می‌کنم. خداحافظ شما. خدا. خب بریم سراغ پیامک‌ها. گفتن سلام و خسته نباشید، میگم خدمت مجری عزیز و حاجی طاهری عزیز و بزرگوار. سلامت باشید. و گفتن اجرتون با بی بی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها، واقعا برنامه شما بی‌نظیر. آقای خانم انصاری از کیش 0936 91239 خیلی ازتون ممنونم. همین که ما رو دعا می‌کنید یه حالی بهتون دست میده، خلاصه برای ما دعایی بکنید، برای ما یک دنیا ارزش داره. خیلی ازتون ممنونم. و گفتند آقای سفری پیامکی من نخونید. باشه اشکال نداره، ما هم خدایی داریم. آقا مهدی زار از رفسنجان، آقا نگو این حرفا رو. خدمت شما عرض کنم که باور کنید انقدر پیامک زیاده تعدادش، ما دیگه خلاصه به قید قرعه و کاملا تصادفی پیامک‌ها رو انتخاب می‌کنیم، ولی چشم ان شاء الله سعی می‌کنم بیشتر اختصاص بدیم به پیامک‌هایی که شرمنده دوستان نشیم که دارن به ما همینطور پیامک میدن. حسین آقای کبیری از شهرداری هم گفتن خیلی دوستم در مدعی شرکت بکنم. سید محمد حسینی پور هم همینطور. میاد مقدمی گفته من میلاد حضرت معصومه رو تبریک میگم از آستانه اشرفی حسین گیلان. و امیر محمد هم گفته، امیر محمد آماده هم کلی تشکر کرده از برنامه و خیلی از دوستان هم اعلام آمادگی کردن برای شرکت در مسابقه. گفتن سلام، من اولین شبیه که برنامه‌تون رو نگاه میکنم و میبینم و واقعا برنامه‌تون بسیار خوب هست. تشکر میکنم خانم افشون از شیراز. انشالله آخرین بارشون نباشه، بازم مشتری برنامه. بله انشالله آخرین بارشون نباشه. ولی خب حالا خیلی خوشحالیم که از این دست پیامک‌ها زیاد داریم، لااقل در اسرا زیاد داریم پیامک‌هایی که میگن ما در بین کانال‌های مختلف تلویزیون داشتیم در واقع جستجو می‌کردیم، یک دفعه به برنامه شما برخورد کردیم و مشتری برنامه اسرا شدیم. الحمدلله امیدواریم که به قول حاج محسن آقا ادامه بدید و باز هم شب‌های بعد با اسرا همراه باشید. باز محمد رو تشویق کردن، گفتن آفرین بر نوگل‌های انقلاب. و سلام گفتن خدمت حاج محسن آقای طاهری، گفتن از نفس گرم شما هم تو برنامه بهره مند بشیم. سلامت باشه ان شاء الله. ما گاهن ایجاد تصدی کردیم، حتی هفته گذشته با یک شرایط خستگی که بود دوستان فرمودن چون شب شهادت امام صادق علیه السلام بود عرض ادب و انجام وظیفه کردیم. زنده باشید ان شاء الله، نفستون گرم میشه. گفتن سلام خسته نباشید، ما از خانواده اسرا هستیم، خواستم از طریق برنامه خوبتون به خانومم تبریک بگم و به احترام میلاد حضرت معصومه که هم نام حضرت هم هستند همسر من، آقای بخشعلی پور از ارومیه. کار خیلی خوبی میکنید. ما هم به همه بانوان این مرز و بوم و همه بانوان و دلدادگان با آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها یک بار دیگه تبریک میگیم این روزهای بسیار ارزشمند رو. و بازم پیامک داریم که انشالله تو بخش بعدی براتون خواهم خوند. بریم به سراغ ارتباط بعدی. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ خیلی ممنونم. خوبی الحمدلله. مرسی. یه نوجوان قرآنی و اهل بیتی دیگه. بله. اسم شما چیه؟ محمد حسین جعفری هستم، 14 ساله از تهران. باری که محمد حسین چقدر تند صحبت می‌کنی؟ همین به همین تندی که مدحی نمی‌کنی؟ نخیر. باری که الله. چند ساله فرمودن؟ چند سالته محمد حسین؟ 14 ساله از تهران. 14 سالش. بسیار. سلام می‌کنم به آقای طاهری. سلام عزیز دلم. خسته نباشید، در خدمتتون هستیم. بفرمایید. محمد جان از کجای تهرانی؟ از منطقه شهید محلاتی. از محلاتی. من منطقه شهر تهران. بله بله.
بسیار خوب. چه اتفاقی ما تصادفی خلاصه شرکت کنندگان انتخاب میکنیم، همه هم از تهران هستند، چه تا حالا که اینطور بود. حالا ببینیم بعدی ها به چه اتفاقی خواهد افتاد. محمد حسین برامون دعا میکنه یا مدعی میکنه؟ مدعی میکنه. درباره امام رضا علیه السلام. باریکلا، خیلی کار خوبی میکنیم. سراپا گوشیم. بسم الله. احسنت. ممنون محمد حسین. ماشاءالله. انشاءالله که زنده باشی. توضیحات آج محسن آقا رو برمش بدین. آقای جعفری اول دبیرستان یا دوم؟ حاج آقا دارم میرم سوم راهنمایی. تازه میری سوم راهنمایی؟ بله. امشب آجا هر دو سال دو سال اشتباه کردن محاسبه. آقا پسر من 12 سالش دومه. حالا محمد حسین امکان داره حالا سنشون یه جوری بوده دیر تشریف بردن. طیب الله انفاسکم علی کل حال قشنگ خوندید. انشالله امیدواریم صدای شما رو بدون هیچ گونه دغدغه و هراس و واهمه شما هم ما هم برجد از جنس خود شما نوکران اهل بیت هستیم اینجا نشستیم و تفاوتی نداریم با شما، فقط یه ذره پیشمون سفیدتره. اینه که عرض می‌شود که انشالله خدمتتون باشیم. یه وقت هم فرصت کردید خانه مدان تشریف بیارید، روزای زوج ما همونجا نزدیک شما هستیم. خانم مدهان عرض می شود خدمت حد فاصل میدان شهدا و میدان بهارستان و میدان سپاه هستش، خیابان فخرآباد. روزای زوج من اونجا هستم، زیارتتون بکنیم. اگر هم لازم بود با بعضی از کلاس های خانم مدهان شما را آشنا کنیم، انشالله از اون فضا هم استفاده کنید. شعر اولی که خوندید شعر خیلی قرص و قوی نبود، اما شعر دوم دیگه جبران کرد. انشالله موفق باشید و التماس دار. سلام به خانواده محترم برسیم. من سلام خواستم یه تشکر بکنم از استاد خودم آقا حسین مردانی. بله بله سلام ما رو با آقای مردانی برسونید. محمد حسین ان شاءالله موفق باشی. خیلی ممنون. شبت بخیر. شب شما هم بخیر. خدا حافظ. خیلی ممنون. خب بریم سراغ پیامک ها. آفرین گفتم به محمد حسین و گفتند که باز ما می‌خوام در برنامه شما شرکت بکنیم. گفتند اسم اسراء از کجا گرفته شده که نام برنامه شماست؟ اسراء اسم یکی از سوره های قرآن کریم هست که تقریبا از سور میانی قرآن هم هست و مطلع و تلیهش هم از اینجا آغاز میشه که سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله الى اخر، که حالا انشاءالله سوره اسراء رو به بهانه برنامه اسراء بخونید و ثواب و حظ و بهرهش هم بهره مند بشید که خیلی فضیلت داره خوندن سوره اسراء. گفتن سلام خسته نباشید، ببخشید برنامه‌تون تکرار نداره. نه خیر، متاسفانه اسراء تکرار نداره و حالا دوستان دارن پیگیری میکنن اگر اتفاقی افتاد و بنا شد که در جدول پخش برنامه تکرارش قرار بگیره خدمت شما اطلاع رسانی خواهیم کرد. جمع کثیر جناب آقای سفری به ما هم در خصوص تکرار برنامه یا زنگ میزنن یا مراجعه میکنن یا از شهرهای مختلف میگن ما خودمون یه تعداد
زیادی هستیم که دوست داریم، حالا بخواید پیامک میزنیم، بخواید هر جوری این ارتباط رو ایجاد میکنیم که تکرار بشه. گفتم دیگه اون بنا به عرض میشد که مقتضیات برنامه و تهیه کننده و شبکه و ایناست که همیشه قدر مسلم این امکان شاید دست نده. بله الحمدلله متقاضی زیاد هست برای تکرار اسراء، اما خب خدا رو شکر برنامه‌های شبکه قرآن و معارف سیما و جدول پخش برنامه هم کاملا پر هست. به هر حال اگر دوستان تدبیر کردند و مدیران محترم جایی برای تکرار برنامه قرار دادن، حتما خدمت شما اطلاع رسانی خواهیم کرد. گفتن از حاج محسن آقای طاهری بخواید بحث صدا سازی رو هم باز بکنن و تدریس بکنن در برنامه اسراء. نمیدونم میشه حاج محسن آقای عرض میشد خدمتتون، حضرت عالی خودتون مستحضرید تمام کنم. در جد صدا یکی از مواردی است که در واقع میشه گفتش که یک بخشش شاید موروثی است، یک بخشش از مواهب الهی است. به هر کسی هر حسنی رو ندادن. یکی از محاسن شاید همین صدای خوب باشه که عرض می‌شود که از راه‌های مختلف میشه به این صدای خوب دست پیدا کرد. یک یا حالت ژنتیک داره، در واقع این نسل به نسل به بعضی منتقل شده این صدای خوب. خیلی از خوانندگان ما، خوانندگان مذهبی یا عزیزانی که حالا در عرصه‌های مختلف از صداشون مردم بهره مند هستن، خب می‌بینیم که از پدر، آبا، اجداد، اقوامی که حالا عرض می‌شود خدمتتون ایشون یادگار اونها هستن، این صدا رو به ارث برده. یه مقدارم عرض می‌شود که رعایت بعضی از اصول امکان داره به صدا سازی که حالا آیون اسمش رو گذاشتن کمک کنه، اما اینم نیستش که حالا یک شبه ما بگیم فلان مثلا آمپول بکنبلو که تو شما استفاده کنید صداتون عرض می شود که در اون حدی که یک خواننده خوب یا یک مداح خوب در واقع داره از این صدا استفاده می کنه. این شکلی نیست. صدا اگر قرار بشه کسی توی این زمینه کار کنه باید کلاس های مختلف آواز رو ببینه، رفته رفته عرض می شود صدا پختگی خودش رو پیدا کنه. کار نیکو کردن است، پر کردن است در واقع در هر زمینه ای که عزیزان استعداد دارن و دوست دارن. در واقع همون اول برنامه عرض کردم از نواهای مختلف میتونن استفاده کنن و صداهای عزیزان رو بشنون و هر صدایی که گرایش پیدا میکنن تو اون یک فاز در واقع برن جلو تا انشالله صداشون بارور بشه تا صدای خودشون رو پیدا کنن و بتونن انشالله یک مداح خوب و شایسته اهل بیت انشالله باشه. انشالله با امید خدا. البته نکته‌ای که گفتید خیلی ارزشمنده، داشتن صدای خوب یک موهبته، اما خیلی ها رو سراغ داریم که صدای متوسطی داشتن ولی با تمرین و تمرین زیاد تونستند بالاخره حرفی داشته باشن برای گفتن چه در جامعه قرا و چه در مداحان، و به هر حال تمرین خیلی اثر داره. خیلی ممنونم. بریم سراغ ارتباط بعدی. سلام علیکم. سلام، حال شما چطوره؟ ضمن عرض تبریک به مناسبت آغاز دهه کرامت و عرض خسته نباشید خدمت مجری محترم و استاد گرامی آقای طاهری. سلام عزیز دلم. زنده باشی. امشب ماشاءالله نوجوانا دارن کولاک میکنن. حال شما چطوره؟ بله. عرض کنم حال شما چطوره؟ خوبم. خوبی الحمدلله. از کجا تماس میگیری؟ من از سمنان. از سمنان. باریکالله. اسمت چیه؟ چی؟ اسمت، نام خانوادگی شما چیست؟ امیرحسین جلالی، 10 ساله از سمنان. امیرحسین باریکالله. ماشاءالله. فکر میکنم امشب دیگه کوچکترین سن و سال رو دارن دیگه، حسین آقا 10 سالشه. خب امیرحسین جان ما در خدمتیم، بسم الله برامون بخون. بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم، ای روح محب که به قوم قائمید، ای روح محب که به قوم قائمید، یاد آور زهد و عفت فاطمه معصومه، علی رسه تموم شد؟ نه ادامه بده عزیز. خب
بسیار. حالا تا همینقدر که خوندی حاجی محسن همینقدر کافیه؟ اگه میخوان چیز دیگه بخونن، چون این عرض میشود خدمتتون که خب دوستان میگه برادرت هم میخواد بخونه امیر حسین، درسته؟ بله بله. خب پس بده برادرت هم بخونه برای ما این ربایی. حالا من میتونم حالا مولودیمو بخونم؟ بعد مولودیت هم بخون شما. بسم الله. مولاتی یا معصومه، مولاتی یا معصومه، مولاتی یا معصومه، یا مولاتی یا معصومه، باز هم از عرش داور جاری شد رود کوثر، انگار زهرا نشسته روی دست موسی بن جعفر، روی دست موسی بن جعفر، این گل با عالمینان دلها را داده پرواز، آی بچه سید آباد براتون اومد روز مادر، براتون اومد روز مادر. ممنون امیر حسین، دست درد نکنه. برادرت هم میخواد برامون بخونه؟ بله. چند سالشه برادرش؟ برادرمش 15 سالشه. بس شما بزرگتره؟ بله. بسیار خوب، بده از برادر شما هم استفاده بکنیم چند دقیقی، ممنون میشه. چشم. گوشی؟ بله، ما گوشی داریم. خب. الو. سلام علیکم. سلام، خسته نباشید. حال شما چطوره؟ ممنون. خوبی؟ اسم شما چیه؟ محمد مهدی جلالی هستم. آقا محمد مهدی. بله. خب آقا محمد مهدی، شما هم برای ما مدعی میکنی؟ بله، مولودی. شما هم مولودی میکنی؟ بله. بسم الله، بفهمید. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ارحم الراحمین، چون گل به بیابان خراسان کرم شاه غریبان آمد، ای کاش من خاک خراسان بودم، ای کاش من خاک خراسان بودم، آن لحظه که چون فصل بهاران آمد، هستی من یه گوشه نگاشه، هستی من یه گوشه نگاشه، آبروم از خاک کف پاشه، تموم عالم اینو میدونن، بهشت من گنبد تلاشه، بهشت من گنبد تلاشه، بیاید ببندید توی دام دست و پاهامو، بیاید ببندید توی دام دست و پاهامو، تا بلکه با این بهونه ببینم آقامو، اگه بیاد سیر نمیشم ز دریای مهربونیش، نوازشم میکنه آقا با دستای آسمونیش، با دستای آسمونیش، هستی من یه گوشه نگاشه، آبروم از خاک کف پاشه، تموم عالم اینو میدونن، بهشت من گنبد تلاشه. ممنون محمد مهدی. بهشت من گنبد تلاشه. ماشاءالله، ممنون. خانوادگی ماشاءالله مدعی شما، درسته؟ بله. پدرتون هم مدعی میکنه؟ نه، مادرم مدعی میکنه. آه خب، بسیار خوب. یه خانوادگی خلاصه خدمت میکنید با صدای خودتون به ساعت مقدس اهل بیت، ان شاءالله موفق باشید. توضیحات حاج محسن رو گوش میدیم با هم دیگه. ماشاءالله هر دو برادر قشنگ خوندید. منتها ما شنیده بودیم در آب خوردن اول برادر کوچکتر، اما در مدعی نشنیده بودیم. این آقا امیرحسین به شما مجال نداد که شما اول بخونید. بله. رعایت حال شما برادر بزرگتر و احترام شما رو حتما در امور دیگه انشالله میکنم. یک نکته ای در خوندن آقا امیرحسین بود در رباعی اول که خوندن، ای روح محب، این محجب هست، ای روح محجب
که به قم قائمه. این جیمشو در خلاصه خوندن و نوشتن و یا نگاه کردن احیانا انداخته بودن که لازمه خب عزیزانمون بدونن که روح محب معنای نه روح محجب هست. حضرت علی هم یک که خلاصه در خوندنتون در حین خوندن افتاد، ای کاش که من، ای کاش که من خاک خراسان بودم. طیب الله انفاسکم، شلو موفق باشید. محمد مهدی ازت ممنونم. خواهش میکنم. شبت بخیر. منو با تشکر از شما و استاد طاهری سلامت جا داره از استاد جناب آقای خورسندی تشکر کنم و استاد اشرف. ماشاءالله ماشاءالله. خدا حفظتون کنه. بله. خدا حافظ شما. خدا حافظ. زنده باشید. خب ماشاءالله دیگه پیامک فراوون داریم دیگه. ما یک شنبه ها نمیدونم چه اتفاقی میفته توی اسراء که یکی پس از دیگه دوستان پیامک میدن. نام کتاب آقای بیات رو خواستن حاج محسن آقا، خاطر الفبای نوای دل. بله که کتاب ارزشمندی هم بود، شما هم کلی دربارش توضیح دادید. خواهش می‌کنم. و حالا دوستان می‌خواستن تهیه بکنن و گفتن اون آدرس خانه مدهان یک بار دیگه بگید لطفا. از حد فاصل میدان سپاه و میدان بهارستان، خیابان شهید مشکی، فخرآباد سابق، بعد از مسجد فخرآباد هست. عرض میشه تابلو داره خانه مدهان اهل بیت رسول الله. بله بسیار خوب. ارتباط داریم بازم؟ خیلی خوب. میریم به سراغ ارتباط بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. حالتون چطوره؟ وقت از سوالی بخیر. سلامت باشید. با عرض سلام خدمت استاد عزیزم. استاد طاهری، درد تبریک به مناسبت حیات. خدا حفظتون کنه. دست ایشون رو من میبوسم، هم حضورم بوسیدم، هم پشت شبکه. آقا روی ما شما رو میبوسیم. در خدمت باشید. نام شریفتون؟ مسعود جوکار هستم. آقای جوکار از کجا؟ تهران هستم. شما هم از تهران. چه اتفاق جالبی. بغیر از دو تا برادر آقا محمدی که از سمنان بودن، ایشون همه از تهران بودن. اتفاق خود جالب. خب در خدمت شما هستیم. بفرمایید که شما از کجای تهرانی هستی؟ تهران فارس هستم. از تهران فارسی. معرفی کامل هم خودتو بکن. الان مشغول چه کاری هستی؟ شغل چی؟ من حقوقدان هستم. حقوقدانی. خیلی عالی. خیلی عالی. کار وکالت و حقوق اینها انجام میدی. بله بله. خیلی خوب. و مداحی رو از چه سطح و چه حدی پیگیری می‌کنی؟ مداحی رو از بچگی پیگیری می‌کردیم. خدمت خیلی از اساتید بزرگ، حاجی نهادی، حاجی طاهری، حاجی سازگار. خیلی از اساتید بزرگ تلمس کردم. خیلی هنوزم هیچ یاد نگرفتم. اصلا. شکست رفتی می‌کنم. خب ان شاءالله که موفق باشی. این مخصوصا پرسیدم شغل دوستان رو بدونن که خیلی از اینهایی که قاری هستن و مدعا هستن غالبا اینجوریه که شغل اصلیشون این نیست و در واقع کار دیگری دارن، در قسمت دیگری از اجتماع مشغول خدمت هستن، اما در مقوله به هر حال تلاوت قرآن و مدعایی هم مشغول به خدمت هستن. خب بسم الله ما در خدمتیم، سرپا گوشیم، برامون بخونید آقای جوکار. با اجازه استاد، هستم خدمت. بسم الله الرحمن الرحیم. هنوز تبر جدایی که داشتم داشتم دارم. بیا و واسطه شو تا گناه ما بخشم، وگرنه جرم و خطایی که داشتم دارم. به خودم قرض دادم نرو من
آقای جوکار ممنون. آقای جوکار ازت ممنونم. من عذرخواهی میکنم چون دیگه وقت برنامه هم تقریبا دیگه به اتمام رسیده. من از شما خداحافظی میکنم. حاج مصطفی آقا یه سری نکاتی به شما خواهند گفت که حالا شما از طریق گیرندتون نگاه میکنید. زنده باشه. شب شما بخیر. خداحافظ شما. سبک زیبایی آقای جوکار انتخاب کردن برای مناجات، برای درد دل با حضرت رضا علیه السلام و واقعا یاد سحرهایی افتادیم که در همون فضا بعضی از عزیزان با همین تون و آواز برای مردم مدعی میکنن. طیب الله انفاسکم. عمدتا خوب بود. انشالله بعدم حضوراً اگه زیارتتون کردیم نکاتی رو که لازم باشه تقدیم کنیم. حاج محسن آقا خیلی ممنونم ازتون. خدا حفظتون باشه. لطف کردید. شبتون بخیر. خداحافظتون باشه. با همه بینندگان عزیز این برنامه هم خداحافظی. سلامت باشید. شب همه شما بینندگان عزیز به خیر. ما رو دعا کنید. خدا نگهدار. يا رؤوفا بالعباد رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد ربي حقق للمراد واصفح الصفا.